آقای ساعد اختری 6 ماه پیش منزلی رو حوالی میدان انقلاب اجاره کرده و به همراه همسرش به منزل جدید اسباب‌کشی کردن. اما آقای اختری از این واحد فقط استفاده مسکونی نمی‌کنه. اون در واقع منزلش دفتر کارش هم هست. خانم مریم سجادی صاحب خونه آقای اختری از طریق همسایه‌هایی که از قرارهای کاری گاه و بیگاه آقای ساعد و باز بودن صبح تا شب در آپارتمان کلافه شدن از این ماجرا با خبر شده و از آقای اختری شکایت کرده. خانم سجادی از دادگاه تقاضای تایید فسخ قرارداد اجاره رو داره، چون معتقد منزل رو به شرط استفاده مسکونی اجاره داده. همسایه‌های آقای اختری هم به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدن. خانم سجادی، بله، شکایت کردین از آقای ساعد اختری، بله، درسته؟ بله. مدعی هستید که ملکی رو به ایشون به صورت مسکونی اجاره دادین، ایشون داره استفاده اداری میکنه. بله، درست. خب یه توضیحی میدی راجع به شکایتت؟ راستش آقای قاضی، هولوش 6 ماه پیش آقای اختری ملکی رو از بنده اجاره کردن که بعداً با خبر شدم که ایشون دارن از این ملک استفاده اداری میکنن. کجاست ملک؟ این ملک یک ساختمان قدیمی 3 طبقه است، هولوش میدان انقلاب. و چند سال آقای اختری هم طبقه اول اون خونه رو گرفته و هولوش 25 26 ساله ساخت. آقای حداقل 30 سال. نه آقای قاضی، خودشون موقعی که توی املاک امضا کردن دیدن نوشته سال ساخت 1375. بسیار عالی. بفرمایید که طبقات دیگه هم ساکن داره؟ بله آقای قاضی، همه مستأجر دارن. من اصلا عادت ندارم جواب کنم مستأجرمو. تا هر وقتی دلشون بخواد میتونن تو اون خونه بمونن. خب طبقه اول که الان آقای اختری زندگی میکنه قبلا هم مستأجر داشته؟ بله مستأجر داشت. بنده خدا کلا از تهران رفت، وگرنه چند سال بدون هیچ اذیت و آزاری خدا شاهد تو اون خونه داشت زندگیشو میکرد. چیزی شده؟ میخوای بگم آب براتون بیارم؟ راحت باش، سرفه کن بابا. خیلی خوب. بعد شما با ایشون از کجا آشنا شدی؟ املاک محل معرفی کردن. بقیه مستأجرام هم املاک محل معرفی میکردن. رفتیم نشستین قرارداد نوشتین و؟ بله رفتیم تو املاک نوشتیم، امضا کردیم. هرچند که اولش ایشون به من گفتن که بین خودمون یه توافقنامه بنویسیم و نمیخواد پول علکی به املاک بزنه، اما من قبول نکردم. گفتم حتما باید کد راهگیری داشته باشه. اول که زیر بار نره، ولی بعداً مجبور شد که قبول کنه. من باید همون موقع میفهمیدم آقای قاضی که این ریگی تو کفشش هست. خانم چه ریگی؟ من آقا من کار خلافی کردم ریگ تو کفشم باشه؟ من نمیدونم. از من سوال نکن. بذار با آخرش برسیم ببینیم چی میشه دیگه. بله. به من بگو که کار چیه؟ من آزاد. نشیدم. آزاد کارم. آه. آزاده. یعنی چی آزاد؟ یعنی چی آزاد؟ یعنی که الان کاریابی دارم، قبلا یه کار دیگه داشتم. قبلا چه کار دیگه داشتی؟ آموزشگاه موسیقی. احسنت. سولفژ تدریس می‌کردم. چه خوب. بله خیلی خوب. بعد کجا زندگی می‌کردی قبلا؟ من غرب بودم. کجای غرب؟ چرا همه رو اختصاری جواب میدی؟ بله بلوار فردوس. خب چرا از اونجا بلند شدی؟ شرایطی پیش اومد که دیگه مجبور شدم بلند شم دیگه. اونجا هم کار میکردی؟ بله. مسکونی اجاره کرده بودی، کارم میکردی؟ آموزشگاه موسیقی. بله. چه صداقتی. خیلی خوب. به من بگین که ایشون چه استفاده از ملک شما میکرد؟ دفتر کاریابی زده آقای قاضی. ماشاءالله منقدر مراجع کننده داره که تمام آسایش و آرامش اون کوچه رو از بین برده. بعد شما از کجا متوجه شدی اینو؟ از اعتراض همسایه ها. اول مستأجر خودم به من زنگ زد، گفت انقدر زنگ ما رو اشتباهی میزنن که دیگه خانم سجادی ما کلافه شدیم. زنگ زدم گفتم خب حتما اینا پرفامیلن، خونه تازه اومده، میخوان خونه شون رو ببینن. خواهش کردم، تمنا کردم مهموناتون حواسش باشه که زنگ اشتباهی کسی دیگه رو نزنن. همسایه ها کلافه شدن. خب تذکر دادی، بعد نتیجه چی شد؟ آقا کاشکی زبونم لال میشد، تذکر نمیدادم خدا شاهده. نتیجه این شد که در رو نیمه باز بذارن که کسی اشتباهی زنگ خونه رو نزن. بفرما. میبینین آقای قاضی، مستأجر خودم به من زنگ زد گفتم سجادی در همیشه نیمه بازه. خب بعد شما مجدد بهشون تذکر دادی؟ البته که تذکر دادم، خواهش کردم، تمنا کردم، گفتم تو رو خدا حواستون باشه در رو نیمه باز نذارین. خواستم اونجا سابقه نداشه که در نیمه باز بمونه. خب معلوم بود که کاری کی آقای
قاضی. خب بعد چی شد؟ هیچ، ایشون با یه چرب زبونی خاصی بنده رو مجاب کردن که بله ما قول میدیم که دیگه اصلا در و نیمه بازم نذاریم. قبول داری که از ملکی که مسکونی اجاره کردی داری استفاده اداری میکنی؟ آقای قاضی من گردنم از موام باریکتره. اگر شما میگین که استفاده من این کاری که دارم میکنم استفاده اداری بوده که خب من سایز به گردن تو کاری ندارم. ببین برادر من جانب. این توافق نامه رو شما امضا کردی درسته؟ بله من خوندی امضا کردی یا همینجوری؟ یه ذرهشو خوندم یه ذرهشو یه مقدارش رو خوندی یه مقدارش هم نخوندی. خیلی خوب اونجایی که نخوندی من برات میخونم. بعد میخوندی اشتباه کردی. ببین یه بندی داره بند 6-14 اشاره میکنه که مورد اجاره جهت سکونت مستأجر خب یعنی به شکل مسکونی باید استفاده بشه که کلن دو نفر هستند واگذار شده است. بله من خانومم اصلا اینجا زندگی هم میکنیم، یعنی اینطوری نبوده که آقای قاضی اینجا رو فقط بکنیم دفتر کار بعد خودمون جای دیگه خونه زندگی داشته باشه. خب پس الان قبول داری که داری از ملکش استفاده اداری میکنی دیگه؟ این قبول داری؟ ببین آخه کار داریم تا کار. من کارم یه کار کم رفت و آمد بی سر صداست. آدم فقط میان اینجا فرم پر میکنن و میرن. من که کارگاه تراشکاری نزدم تو منزل خانم. نه کار پیدا میکنم برای مردم، اشتغال زایی میکنم. نه الان به میزان سر و صدای شما کاری ندارم. شما این قضیه رو به ساب ملکت اطلاع دادی یا ندادی؟ نه نه ما به ایشون نگفتم ولی میگم به املاک گفتم. به املاک چی گفتی؟ من به املاک گفتم دنبال یه ملک میگردم که بتونم هم توش زندگی کنم هم کار. البته میگم یه کار کم رفت آمد و بی سر صدا. بعد ایشون به شما چی گفت؟ املاک به من گفتش که من یه ملک دارم برات که راسته کار خودته، صاحب خونم خانم خوبیه، بالا سرت هم نیست. بیا اینم از املاک آشنا. آره قاضی من از اون املاک هم باید شکایت کنم. آره خانم شما از همه شکایت کنین. حتما این کارو حتما بکنین. خب فکر نمی‌کنی مثلا بهتر بود که به صاحب ملک اطلاع میدادی این قضیه رو؟ بله به ایشون میگفتم که خیلی خوب بود، ولی میگم من همه اینا رو برای املاک توضیح دادم و املاک به من گفتش که چون بند خود منزلش از اینجا خیلی فاصله داره اصلا متوجه نمیشن. چه آدم پررویی بوده اون دیگه آقای قاضی. شما وقتی این اتفاقات افتاد رفتی به مشاور املاک اطلاع دادی یا ندادی؟ آقای قاضی وقتی دیدم اعتراض همسایه‌ها زیاد شده تلفنی هم کاری به جایی نمیبرم گفتم برم بالا سر ملکم وایسم ببینم اصلا اونجا چه خبره. خب. همون لحظه که رفتم تو کوچه وارد کوچه شدم 3 نفر رسما سد معبد کرده بودن داشتن هم سیگار میکشیدن. این خب. آقای مستأجر بالاییمون هم که دیدم حسابی که از دست آقا عصبانی بود اونا گفت خانم من اینجا دیگه نمیمونم میخوام تخلیه کنم. چرا مگه اتفاق جدیدی افتاده بود؟ مراجعه کننده‌هاشون دیدن در باز همچه سرشون انداختن پایین رفتن واحد بالایی رو زنگ زدن اونام اعصابشون رو خورد کرد. خانم سجادی به من بگو که رفتی به مشاور املاک اطلاع دادی یا ندادی؟ اون روز وقتی با همسایه‌ها صحبت کردم البته با خانمشون هم صحبت کردم رفتم املاک گفتم اینا رو شما پیدا کردین خودتونم بیانی مشکل رو حل کنین. اصلا اون منو راهنمایی کرد که خدمت شما برسم و شکایت کنم. چه؟ بنده خدا شریک دزد و رفیق قافله بوده. بله من الان دزدم یا رفیق قافله؟ نه دیگه تا انتها بریم مشخص میشه دیگه. بله. البته دزد که من جسارت نمی کنم. بله چرا. لطف داری. بعد شما هم خب درجا رفتی شکایت کردی. نه آقای قاضی من گفتم بین خودمون حل و فصل بشه به دادگاه کشیده نشه. رفتم املاک گفتم اینا رو شما پیدا کردی یا بهش بگو کارش رو تعطیل کنه یا اینجا رو تخلیه کنه. اینم گفت تا شما شکایت نکنی راه به جایی نمیبری. خب من... بعد چی شد؟ هیچی دیگه از املاک برگشتم اومدم رفتم خودشم اومده بود گفتم آقای اختری عزیز خواهش میکنم یا کارتو بذار کنار یا اینجا رو تخلیه کن همه رو اعصاب همه رو خرد کردی همه رو عصبانی کردی. برگشت گفت که خانم من 6 ماه دیگه انتهای 6 ماه دیگه به موعد اجاره مونده من اینجا رو خالی نمی کنم شما هر کاری دوست داری برو انجام بده. هیچ منم مجبور شدم برم یه اظهارنامه براش بفرستم که اصلا بهش توجهی نکرد. تو اظهارنامه دوم براش فسخ قرارداد فرستادم. بعد واکنشش چی بود؟ هیچیشون من نظر بنده گذاشتن گفتم برو کشک تو بسا کنم. نه نه ببینید من هیچ وقت با شما خانم اینطوری صحبت نکردم. خدا شاهد آقای قاضی شاید این جمله رو نگفت اما اون حرفای اون روزش دقیقاً همین معنی رو میگه. حالا برداشت شما این بوده دیگه. همین رو گفتی دیگه برداشت غیر برداشت نداره دیگه.
اختری جان شیرینی. مرسی. تو که ساب ملکه به این خوبی داشتی واقعا خانم خوبیه، محترمه. بله. خیلی هم راه اومده باهات. بله. چرا همونجا باش سازش نکردی که این مشکلات داره به وجود نیاد؟ ببینید من تازه داشتم تو کارم جا میافتادم. اصلا یکی از دلایل مهمی که من اومدم منزل ایشون رو گرفتم این بود که املاک به من گفتن که چون بنده خدا خیلی خانم خوبی هستن مستجرشون چند سال میشینن. ازش استفاده کنیم. نه من گفتم میام اینجا چند سال میشینم دیگه. آره دیگه بهش دروغ بگیم چون خانم خیلی خوبی هستن ازش سوء استفاده بکنیم. ببخشید شما فهم کنید من دوست نداشتم از اولی ملک اداری اجاره کنم. دوست نداشتم برم محل کار و محل زندگی از هم دیگه فاصله داشته باشه. شما یه نگاهی به قیمت‌ها کردین که هر روز دارن بالاخره از پس هزینه ها برنمیمونن. من چی کار به قیمت‌ها دارم؟ اینجا من بهت میگم اجاره نامه تو خوندی؟ میگی دقیق نخوندم. شما ملک و مسکونی اجاره کردی، حق نداشتی ازش استفاده اداری بکنی. چرا این کار کردی؟ من قطع کردم. نه منم نگفتم قطع کردی. آقا خلاف قانون رفتار کردی. من نمیدونستم جرمه. من میخواستم کار کنم. اصلا میدونی جرم من نداریه. من اگر داشتم منزل خودم بود بازم کسی میتونست بیاد از من شکایت کنه؟ قطعا میتونست ازت شکایت بکنه. خونه خودت هم بود، سندم به نامت بود، باز میتونستن ازت شکایت بکنه. اصلا آقای قاضی دو تا از همسایه‌هامون اومدن اینجا شهادت بدن. اینها آقای کمالی، آقای رضایی. بفرمایید تو جایگاه. خوبی بابا جا؟ سلام. بهتری؟ سلفه میکردی؟ من یکم نگران شدم. سلام آقای قاضی. سلام آقا. من سید داوود کمالی هستم. در خدمتی آقای کمالی. به مشکل شما با این آقا چی بوده که شکایت کردین؟ مشتریاشون که میان رفت آمد دارن، سر راه وای میستن، سر کوچه وای میستن، سیگار کشیدن. خب. بخاطر همین آقای سجادی، آقای رضایی استشادی آوردن، ما امضا که به ناچار امضا کردیم. برای چرا به ناچار بابا؟ مگه مشکلش مگه شکایت نداره؟ دو دل بودم ولی به خاطر امنیت محل و امنیت زن بچه‌ام امضا کردم. خیلی خوب. ببخشید آقای کمالی خوبین؟ قربون شما. منو می‌شناسین؟ بله آقای اختری هست. بله. من اشتباه کردم، یکی از اتاقامو دادم جایزه دخترتون آوردین گذاشتین. نه منتی نیست آقا، پولش گرفتیم، مجانی که ندادین. آقای کمالی برو بشین برادر، برو بشین. زندگی خصوصی مردم رو چرا تو دادگاه باز می‌کنی؟ من کمکشون کنم، اتاق دادم. کمک چی بکنی؟ بعد مگه شما اجازه داری مالی رو که اجاره کردی اجاره به غیر بدی؟ اجازه ندارم؟ یعنی خیر اجازه نداری. ببینید من اون موقع تشخیص دادم که میتونم این اتاقم رو اجاره بدم به ایشون. آقای اختری مالی رو که اجاره میکنی اجاره به غیر نمیتونی بدی. ما اینجوری تو دانشگاهی یاد گرفتیم. بله بله. مگه اینکه الان شما میخواید چیز دیگه با من یاد بدید؟ نه منطقی. شما ببینید شما با من منطقی صحبت کنید من همه حرفاتون رو میشنوم. بله متوجه میشم. بفرمایید آقا توی جایگاه. سلام علیکم. سلام. خودتو معرفی کن. من سید سجاد رضایی هستم، همسایه طبقه دوم خانم رضایی. خب این استشهاد شما تهیه کردی؟ بله استشهاد رو من تنظیم کردم. به خاطر اینکه ببینید من الان 4-5 ساله مستاجر طبقه دوم خانم سجادی هستم. خب با خانواده‌ام زندگی میکنم. در طول این 4-5 سال هم این ساختمون کاملا امن و امان بود. ولی از زمانی که ایشون و مشتریاشون پاشون به این ساختمون باز شد ما مجبور شدیم در واحدمون از داخل قفل کنیم. قفل کنیم؟ بله در واحد از داخل قفل کنیم. چرا؟ مگه در خونه شما برام میکردن میبرن تو؟ بالاخره بارها مشتریاشون اشتباهی اومدن دم واحد ما. بله اشتباه بارها از پایین زنگ در واحد ما رو اشتباه زدن. تو این ساختمون انقدر آدم الکی رفت آمد میکرد اصلا معلوم نبود اینا کی هستن چی کار دارن اینجا. حالا تو کوچه که وامیستادن سیگار میکشتن به کنار، بعضی وقتها توی راه پله هم سیگار میکشتن و حتی ته سیگارشون هم من بارها خودم از توی راه پله جمع کردم. همسایه‌ها دیگه همه آسی شدن، بنده به نمایندگی از بقیه پیشقدمشون یه استشهادی تنظیم کردم و
بقیه هم لطف کردن امضا کردن که الان خدمت شما هست. و شما رفتی بهشون تذکر بدی؟ بله بنده چندین بار تذکر دادم، ولی کو گوش شنوا، گوششون به دکار این حرفا نبود که به کارشون ادامه میدادن. توی اون ساختمون خب من با زن و بچه‌م زندگی میکنم، مادر پیر مریضم هم هست. بله تنها در خونه. وقت و بی وقت مشتریاشون میومدن زنگ ما رو اشتباهی میزدن، دنبال دفتر کاریابی میگشتن. آدرس ما رو درست نمیداد اشتباهی. اگر آدرس منو میدادی مشکلاتم پیش نمیومد. چندین بار من مهمون داشتم، کفش مهمونای منو از داخل ساختمون دزدیدن. قبل از ورود ایشون و مشتریاشون ما اصلا سرقت نداشتیم تو این ساختمون، ولی با ورود ایشون و مشتریاشون این اتفاق هم افتاد. ساختمون دیگه انگار شده هتل، مسافرخونه. هر کی میخواد میره میاد، اصلا معلوم نیست اینا کی هستن، اینجا چی کار دارن. امنیتو خیلی به هم زدن. با خانومت دعوت میشد میادی پیش من، من بهت جا خواب میدادم، الان میگه احساس امنیت نمیکنم. پرینتای ماهیانه که من واسه این آقا گرفتم از اجاره یه ماهش بیشتره. دفتر من برای ایشون کاریابی کافینت بوده، میومد اونجا میشست ایمیل بزن، ایمیل دریافت کن، نامه‌ی دخترت کی برات ترجمه کرد؟ هیچ گربه‌ای. همین کارا رو میکنن که آدم به هیچ کس نمیتونه دیگه کمک کنه. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا که موش نمیگیره. عزیزم شما پول اون تحقیقا، پرینتا، فکسا، ترجمه ها، حتی اون قهوه‌ای که من اونجا خوردم، همه رو حساب کردی با من، همه رو از من گرفتی. منتی نیست. ممنونم. از واحدهای دیگه چی میدونی؟ زیاد. من میدونید من به واسطه کارم مردم به من اعتماد میکنن، میان صحبت میکنیم با هم. بله. ایشونم الان نتیجهش هم میشه این. نتیجه اعتماد. بشینو. خیلی ممنون. شما مدرکی دیگه ای چیزی داری بخوای ارائه کنی؟ نه خیر آقای قاضی، همون اجاره نامه و اون استشهاد محلی که خدمتون دادم. و ایشون یه چیز دیگه هم هست آقای قاضی. چیه؟ کلی تراکت چاپ کرده که من یه کپیشو گذاشتم تو پرونده خدمت شما هست. دیدم. هم آدرس و هم تلفن این خونه رو نوشته تو تراکت ها. ایشون حتی که خونه رو هم تخلیه کنه باز این مزاحمتاش هنوز هست، هم تلفن هست هم با این چی کار کنم آقای قاضی؟ آقا احزاریه که اومد دم خونه نوشته بود اتلاف عمدی درخت. اون روز من گفتش که آقا من میخوام درخت رو قطع کنم، گفتم من اجازه نمیدم، بابا همون با عشق اینو کاشتم، بفهم. باور کنید داره الان میخواد شما رو گول بزن آقا، این خیلی چرچیله. آقای چرکی شسته و رفته و خلاصه به من بگو شکایت چیه؟ درخت خوش شده، وقتی ایشون زورش نمیرسه درخت رو قطع کنه میره شهرداری، خیلی خوب همینو بگو. وقتی که نمیتونه کاری بکنه میاد درخت رو یه ماده میرزه، نمیدونم چی ریخته پای درخت، چرب و لزشتور بودش، هر وقت میرفتم میدونم چرب و لزشتور خوش شده. قیمت بستنی رو گفتی، الا شکایت خودت بابا، یه کلمه برو سر اصل مطلب. صاحب جان شیرینی مرسی، چیکار کنیم باید؟ حرف آخر. ببینید من 6 ماه از موعد اجارم مونده، اصلا هم قصد تخلیه ندارم. الان اگر خانم سجادی اصرار به تخلیه دارن، ضرر زیان بنده رو پرداخت کنن. بفهم و بدهکار هم شدی. آقای قاضی به خدا شوهر مرحوم من با فروش خونه زندگی آبادان خونه پدریش اینجا رو برای ما تهیه کرد، برای همچین روزی که بالا سر ما نیست بشه نوندونی من و بچه هاش، اما الان شده بدنامی من و بچه هاش. خدا یه کاری بکنین آقای قاضی. اون موقعی که ببینید آقای قاضی، ایشون من به املاک گفتم، املاک به من گفتش که شما اگر میخوای اینجا راحت کار کنی باید یه مقدار پول پیش بیشتری بدی. من 20 میلیون بهشون پول پیش بیشتر دادم که الان این اتفاقات بیفته، بعد الان من میگن که ملک. آقای قاضی من به پیشونی بلندش نگاه کردم که خونه رو بهش اجاره دادم. ممنونم از لطفت. بابا جون بگم بهت یا نه؟ طبق این بندی که توی اجاره نامه‌ای که خودتون امضا کردین هست، شما تخلف کردی. متوجهی؟ بله. من با توجه به همین قضیه
شرایط فسخ رو اعلام میکنم، شما هم باید خونه رو تخلیه بکنی. آقا من الان چطوری برم خونه پیدا کنم تو دیگه مشکل خودته. من الان زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ بالاخره من مشکل داشتم که اومدم این کارو کردم. مطلب اگر دیگه مشکل که هست، من الان یه گزارش هم برای اتحادیه صنف مشاورین املاک میفرستم تا به تخلف اون آقای مشاور املاک هم دست شما درد نکنه. رسیدگی بشه. خدا خیرتون بده. آره ایشون هم قصر در نره. خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون. خب چیکار کنیم؟ باید تخلیه کنیم الکو. یعنی من الان زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ کارمو چیکار کنم؟ الان این شرایط جدا پیش اومده، من باید چیکار کنم؟ ببین بابا جان، حداقل یه پیشنهاد، یه راهکاری جلوی پای من بذارید. من حاضرم خونه رو دوباره بهشون بدم، ولی به شرط اینکه دفتر کاریشو ببره یه جای دیگه. این خونه بین برای فقط مسکونی باشه برای خودش و خانومش. ببین ساعت جان، خیلی صاب میره که خوبی گیرت اومده. چرا اذیتش می‌کنی؟ الان این بنده خدا اومده شکایت کرده، شما باید خونه رو تخلیه بکنی. باز با این حال داره میگه اجازه میده بشینی توی خونه. بله لطفش. خب چیکار میکنی؟ من یه وقتی به من بدین که چشم، من هم شما رو راضی میکنم هم ایشون. در رابطه با چی راضی میکنی؟ در رابطه با همین ملک دیگه، واحدی که توش هستم. خب که چیکار بکنی؟ که حالا میرم یه واحد دیگه پیدا میکنم، بالاخره او دیگه فکر میکنم در رابطه باش. ببین گونگ با من حرف نزن جان. چی کار میکنی بگو؟ بله کارتو میبری جای دیگه؟ میگردم دیگه، حالا میگم میرم فکر میکنم. فقط یه وقت کوچیک به من بدین، من ممنونتونم. وقت کوچیک بابت چی بدیم؟ تخلیه؟ دیگه سرتو تکون نده اینجوری، چیکار میکنی؟ من بالاخره یه راهکاری براش پیدا میکنم. نه نه یه راه ببین حضور تو استاد این هستی که موضوع رو ببری سمت گنگ بودن. خب همه رو بذاری تو تعلیق، استاد تعلیقی، از ابتدا تا الانم این بازی رو با من کردی. الان با صدای بلند به من بگو تصمیمت برای آینده چیه. فکر میکنم دیگه. شما خانم من این اجارنامه رو ابطال میکنم، ایشون هم تا یک ماه آینده باید خونه رو خالی کنه. دست شما درد نکنه. بله خیلی ممنون. خب خواستم خود را بیام دیگه. خب هم من هم ایشون خواستیم خود را بیاییم. الان اگر شما به من بگین یه راهکار، میگم به من بگین چشم، من میپذیرم. چرا الله اکبر هم میگی یه راهکار به من بگین؟ برادر من بهت گفتم محل کار تو از خونه جدا کن. ایشون هم که اجازه میده تو خونه بشینی، این کار انجام میدی یا نه؟ انجام میدی؟ بله بله. آقای قاضی تعهد ازش بگیرین بعداً. من الان دارم اینجا گزارش اصلاحی براتون می‌نویسم. ایشون اگر به تعهدش عمل نکرد، شما مجدد میتونین این پرونده رو ببرین به جریان بندازین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خدا خیرتون باشه. خب بفرمایید. خیلی ممنون آقای قاضی، دست شما درد نکنه. دنیای خرید و فروش دنیای آدمای موقتیه، آدمایی که با اونا معامله میکنیم و بعد حتی اسمشونم از یاد میبریم. اما دنیایی که ما تو اون زندگی میکنیم بازار نیست. دنیای ما حساب و کتاب داره، سود و زیان داره، اما بازار نیست. دنیا محل گذر هست، اما گذر بازار چه نیست. خیلی چیزا رو تو این دنیا نمیشه معامله کرد. تو این دنیا میشه اعتبار رو خرید، اما آبرو رو نه. ای کاش تو این دنیا دست کم سر خودمون کلاه نذاریم. ای کاش به خودمون رحم کنیم. و ای کاش انصاف پول رایج بازار ما باشه.